کلیک بیت نیست. سونی واقعا توی یه مخمصه بزرگ افتاده. اگه میخوای در مورد این ماجرا بدونی تا آخرین ویدیو با من باش. پس به اپیزود جدید اتاق بازی مونم خوش اومدی. این روزا کلی خبر گیمی داره میاد. حالا چرا؟ خب معلومه، گیمزکام در حال برگزاریه. در حال حاضر ما وسط مراسم سالانه گیمزکام هستیم. خدایش هم تا اینجا اصلا خوب نبوده. الان پنجشنبه است که دارم این متن رو می‌نویسم. تا الان این مراسم هیچ سورپرایزی نداشته و هر چیزی که توش معرفی شده منو به شخصه که اصلا به وجد نیاورده. خیلی شایعه‌هایی بوده که قرار سایلنت هیل جدید معرفی بشه. این بیاد، اون بره، انگار هیچ کدوم از این اتفاقا قرار نیست بیفته و ما یکی از خسته کننده ترین گیمزکام های چند سال اخیر رو داریم. برای همین هم من لقا این مراسم رو بخشیدم و اصلا رغبت هم نیمد براش یه ویدیو درست کنم. ویدیو درست کنم تو چی بگم آخه؟ یه جوری من اصلا اخبار مراسم هم ویل کردم و شروع به انجام بازی سنتروی جدید کردم. نمیدونم چرا انقدر یه عده این بازی رو هیت میکنن. آره بازیش GTA نیست، سازنده هم هیچ وقت ادعا نکردن قرار GTA باشه، ولی خدایی بازیش جذابه، مخصوصا مکانیک های تیراندازی و انفجارهای بازی. اگه دوست دارید براش یه ویدیو هم بسازم حتما تو کامنت ها به هم بگید. حالا توی این بینی خبر خیلی مهم اومد که زیر سایه گیمزکام اصلا دیده نشده. اونم چیزی نیست جز خبر شکایت 6 میلیارد دلاری از سونی و پلی‌استیشن. نکته جالب اینه که دادگاه ادعا رو قبول کرده و قراره بیشتر روی این موضوع کار کنه. الان ممکنه خیلی ازتون بگید که 6 میلیارد دلار برای سونی خب چیزی نیست بابا. نگو آقا، 6 میلیارد تومان نیست، 6 میلیارد دلاره. به طور مثال صادرات ایران در سال گذشته حدود 70 میلیارد دلار بوده. 6 میلیارد میتونه سونی رو با یه چالش جدید مالی روبرو کنه بدون شک. حالا از همه اینو جذاب‌تر اینه که شما، بله شمایی که داری الان این ویدیو رو میبینی، میتونی به بخشی از شاکی‌ها تبدیل بشی. تنها شرطی که لازمه برای اینکه شما هم یک طرف دعوا باشید اینه که از سال 2016 تا به امروز حداقل یه بازی یا DLC رو از PSN استور خریده باشی. گیت شدید نه؟ بذارید براتون توضیح بدم. خب تو سال 2016 یه قانونی به تصویب میرسه که هر شرکت یا کمپانی که با قدرت خودش اقدام به انحصار طلبی بکنه و از این پوزیشن خودش بر علیه مصرف کننده ها استفاده بکنه محکومه و باید جریمه این کار رو بده. حالا ممکنه بپرسید خب این ربطش به پلی‌استیشن و استور پلی‌استیشن چیه؟ توضیح میدم، عجله نکنید. خب همه ما میدونیم که گیم ها امروزه به دو صورت منتشر میشن، دیجیتالی و فیزیکی. گیم های دیجیتالی که خب تکلیفشون مشخصه توی استورهای شرکت ها به فروش میرن. در کیس سونی هر گیمی که از طریق استور سونی به فروش میره، سونی 30% از مبلغ بازی رو برمیداره و بقیهش رو به بازی ساز میده. من تحقیق که کردم مایکروسافت و نینتندو به همین صورته. خب همه ما میدونیم که گیم های دیجیتالی خیلی پرسودتر از گیم های فیزیکی هستن. حالا چرا؟ چون تو گیم های فیزیکی علاوه بر این که سازنده باید پورسانت سونی رو پرداخت کنه، باید هزینه چاپ بازی و سود مغازه‌دار رو که قراره این بازی رو هم بفروشه تامین کنه. منطق میگه توی این شرایط بازی های دیجیتالی باید از فیزیکی ارزون‌تر بشن، نه؟ ارزون‌تر نیستن که هیچ، در واقع گرون‌تر هم هستن. بچه‌ها دقت کنید، ما اینجا در مورد اکانت های ظرفیتی و هکی صحبت نمی‌کنیم. حالا ممکنه بپرسین چجوری؟ خب وقتی بازی فیزیکی به بازار عرضه میشه، فروشنده های بازی برای اینکه بتونن گیمرها رو به سمت مغازه خودشون جلب کنن، تو قیمت با هم دیگه رقابت میکنن تا به قیمت کمتری بازی رو بفروشن. یه جوری از سود خودشون میزنن دیگه تا مشتری رو جذب مغازه‌شون بکنن. همین موضوع باعث میشه که در نهایت به نفع گیمرها باشه، چون بازی رو ارزان‌تر تهیه میکنن. اما در استور سونی اصلا از این خبرانی. در واقع ما روی پلی‌استیشن فقط و فقط یه استور داریم و این دقیقا جاییه که مشکل شروع میشه، مخصوصا برای کسانی که کنسول‌های تماما دیجیتالی دارن. اونا مجبورن که هر قیمتی که سونی مشخص میکنه رو بخرن و یه جورایی هیچ راه دیگه ای ندارن. این دقیقا موضوعیه که شکایت روش دست گذاشته، انحصار طلبی سونی و یه جورایی هل دادن گیمرها به سمت بازی‌های دیجیتالی که نتیجهش سود بیشتر برای سونیه.
دقیقاً سال پیش بود که این شکایت تقدیم دادگاه شد و چیزی که همه رو سورپرایز کرد این بود که دادگاه شکایت رو قبول کرد. حالا شما هم میتونید بخشی از این شکایت باشید به شرط اینکه حداقل یه بازی رو توی این باز زمانی خریده باشید. حالا بذارید ببینیم که اگه این کیس برنده بشه چه اتفاقی. بهترین اتفاق که من هم خیلی خیلی بعید میدونم اتفاق بیفته اینه که ما به جای یک استور برای پلی‌استیشن چند تا استور خواهیم داشت که این استورها با هم توی قیمت رقابت خواهند کرد. یه چیزی مثل استیم و اپیک لانچر و لانچرهای دیگه روی پی سی. این اتفاق خیلی خیلی بعیده که بیفته. خود من که فکر میکنم اگه این کیس به سرانجام برسه که حداقل هم چند سال زمان میبره، سونی مجبور میشه که قیمت‌های بازی‌های دیجیتالی خودش رو ارزون‌تر از نسخه فیزیکی کنه. من در رابطه با تخفیف‌ها صحبت نمی‌کنم، من منظورم بازی‌های جدید در روز لانچه. شما این بازی‌ها رو می‌تونید از استور ارزان‌تر تهیه بکنید. به نظر من این موضوع منطقی‌تره. خبر بهتر همینه که اگه این کیس برنده بشه، مایکروسافت و نینتندو هم مجبور میشن کارهای مشابهی انجام بدن و بدون شک خروجی این کارها به نفع جیب ما گیمرها خواهد بود، بدون شک. اما باید یه حقیقت رو در نظر بگیرید. درسته که دادگاه قبول کرده که روی این موضوع بیشتر تحقیق کنه، ولی این به منزله پیروزی نیست. در واقع شخص من به شدت شانس کمی رو میبینم که این پرونده بتونه به نفع ما گیمرها به پیروزی برسه. حالا چرا؟ مهمترین دلیل اینه که ما با سونی طرف هستیم، یه کمپانی گردن کلفت که میتونه میلیون ها دلار خرج کنه، بهترین وکیل ها رو در اختیار بگیره و خودش رو از این اتهامات مبرا کنه. دومین دلیلی که این پرونده رو سخت میکنه گستردگی پرونده است. ببینید، اطلاعات میدانی میگه بازی‌های فیزیکی ارزان‌ترن، ولی برای ارائه توی دادگاه شما باید این مستندات رو محکمه پسند کنید. این کار خیلی سخته، یعنی خیلی خیلی سخته از اون چیزی که فکرش رو میکنید. اونایی که حقوق خوندن میدونن که من چی میگم. سومین دلیل همینه که شرکت‌های دیگه هم دارن دقیقاً همین کار رو میکنن. الان شرایط برای مایکروسافت و نینتندو هم به همین شکله و این میتونه یه راه فراری باشه برای سونی که آره، حتی که سیاست‌های من ناراحتش میکنه، کنسول‌های دیگه رو تهیه کنه. میگم خود من واقعاً از صمیم قلب امیدوارم این دادگاه به نفع ما گیمرها تموم بشه. شما چی فکر میکنید؟ حتما تو کامنت‌ها برام بنویسید.